تو این ویدیو میخوام در مورد همه تیمای لیگ برتری، در مورد کارشناسی داوری بازی دیشب پرسپولیس و گلگهر، اینکه توپ رد شد یا نه، اینکه روی محمد عمری خطا شد یا نه صحبت کنم، در مورد تیم ملی، در مورد تیکه اسطوره‌ها پیشکسوتای باشگاه استقلال به پرسپولیس، تنها تیکه سپانیا به پرسپولیس و کلی اتفاقات. خلاصه که همراه من باشید. تیم ملی هم ما داریم، نبود وی آر هم به ما ضربه میزنه، هم صحبت خواهیم کرد. فقط در مورد بازی سپاهان الاتحاد بگم که خبرنگار عربستانی امروز صبح اعلام کرد که کنفدراسیون فوتبال آسیا حکم نهایی خودش رو برای بازی لغو شده بین سپاهان و الاتحاد تا 2 هفته دیگه اعلام میکنه، که میگن که قطعا بازی تکرار خواهد شد، که این اتفاق خوبیه. در مورد کرار جاسم بگم، ستاره سابق استقلال، چه میدونم تراکتور، صنعت نفت آبادان، که امروز از دنیای فوتبال خدافظی کرد، اصطلاحا کفشاشو آویخت، و اون دعوا بین کرار جاسم و مجتبی جباری تو ذهن من هستش. استوری وعید طالبلو رو میبینید، پیشکسوت باشگاه استقلال، که نشون داده اکثر رو و خودش حالا گذاشته، و این که علیرضا بیرانوند توپ رو از توی دروازه، اتفاقا سند و مدرکش هم امروز اومد دیگه، ورزشسه چند تا عکس پشت سر هم کار کرد و گفت که سند ورود توپ به دروازه علی بیرو. حالا من عکس رو تونتون واسهتون میذارم، که آره دیگه توپ رو از توی دروازه. فقط یه نفر بود که دیشب مخالف این که توپ تو دروازه و کلی فوش به من داد، آقای قاسمی بود، که منم اصلا بذاریمش کنار، کلا یه جای دیگه است، متعصب بد جور، اصلا نمیتونه بپذیره اینکه توپ رد شده یا نه. آرش رضاوند استوری گذاشت، گفت آقا خسته شدیم، بس دیگه، انقدر به نفع پرسپولیسیا نگیرید. سهیل مهدی هم مصاحبه کرده و گفته که شاید دیگه نتونیم در آزادی میزبان پرسپولیس و استقلال باشیم، حالا با توجه به شرایطی که چمن ورزشگاه آزادی داره، با توجه به حفظ امنیت جانی، شاید روزا و بازیای زیادی رو نتونیم تو این ورزشگاه بمونیم. اینم استوری محمد نوازیه، که گفته 7 امتیاز مفبری، که حالا استوری تندی رو محمد نوازی علیه باشگاه پرسپولیس و زیر سوال بردن امتیازات این تیم پست کرده تو فضای مجازی. اینم استوری مدیر رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس علیرضا اشرف، که گفته آقا پنالتی واضح روی محمد عمری که گرفته نشد. خیلی جالبه، تیمی که تو این سالا صدرنشین اشتباهات داوری و متخصص گرفتن امتیازات معیشتی بوده، حالا به داوری یا کنایه میزنه. اینجا لیگ محلات نیست که صفحات رسمی رو با پیج های هواداری اشتباه میگیری. اندازه سر سوزن، حرفه‌ای باشید، که حالا من فقط انعکاس میدم، کاری هم ندارم به این استوریای تند باشگاه استقلالیا، پیشکسوتاشون، این که مردمو دارن چند دسته میکنن، همینجوری اوضاع ما بد هست، داره بدتر هم میشه. پوستر باشگاه استقلال برای دیدار آینده مقابل هوادار، زمینه که سردار آزمون هم به شایعات پایان داد و در راه تهران برای حضور در اردوی تیم ملی. حالا در مورد اردوی تیم ملی صحبت خواهم کرد. یه نکته دیگه هم بگم، که دیشب تو ورزشگاه آزادی چند نفر پرچم فلسطین رو به داخل ورزشگاه آورده بودن، که مردم داشتن چنین شعاری میدادن. اینم واکنش عجیب باشگاه استقلال به صحنه جنجالی مسابقه پرسپولیس گلگهر، که گفتن داستان تکراری. محسن فروزان هم دیشب یه مصاحبه رو بعد از مسابقه داشت و گفت که حالا ما به پرسپولیس نباختیم، و نکته جالب این که میگه همیشه هواداره پرسپولیس علیه من بد و بیراه میگن، اما من هیچ موقع جواب اونا رو نمیدم، چون این الفاظ تو شأن من نیستش. مشکلی تو هواداره پرسپولیس نمیخواد حل شه. ببین طبیعیه دیگه، از اون روزی که من تو باشگاه بزرگ استقلال بازی کردم این کوریا بوده، ولی خیلی شما ببینید 40 دقیقه تو گرم کردن، 90 دقیقه فوش ناموس شنیدن، هیچ بازیکنی تحت این فشار تماشاگر نمیتونه بازی کنه، ولی من همیشه شخصیتمو خودمو حفظ کردم و میدونم توی همه استادیوم‌ها فوش بازیکن‌ها میشنون، ولی هیچ وقت به خودم اجازه ندادم به طرفدارای پرسپولیس بی احترامی کنم، چون اصلا نه در شأن من است، نه در لول من، ولی این فوشا رو ما الان 10 ساله داریم میشنویم و به نظر من میگم یه روزی باید تموم کنن. اینم از زاویه دیگه است دیگه، سند جدیدی از ورود توپ گلگهر به دروازه پرسپولیس، که داور، یعنی کمک، علارغم اینکه جایگیریش خیلی خوب بود، اما نتونست
اون تصمیم نهایی خودشو اصطلاحاً درست بگیره دیگه. توپ رفته تو دروازه، همه هم داریم میبینیم. حالا کاری نداریم اون محمد عمری پاشو زدن یا نه، چون یه سریا میگن که آقا اگه این توپ وارد دروازه میشد خب کلاً جریان بازی به سود گلگهریا ایجاد میشد، یعنی به نفع اونا میشد. باز یه سریا میگن از کجا میدونی، شاید بازی مساوی میشد پرسپولیسیا رو میآوردن به حملات. که حالا دو تا نظر داریم. صحنه آسه محمد عمری هم یه سری از کارشناسا میگن الان ببینید دیگه پاشو زده، یه سریا میگن نزده دیگه. گفتم اینو هم انعکاس بدم. گلگهر با پای چپ خطرناک فرصت گل، فکر میکنم تو باز خط عبور کرد، بازی دنبال میشه. با توجه به تصاویر تلویزیونی و زاویه دوربین به نظر میاد که تمام توپ از تمام خط عبور کرده و چون کمک داور در زمان ضربه روی خط دروازه حضور نداشته در تشخیص صحیح دچار اشتباه شده، پس به نظر میرسه در این صحنه میبایستی گل به نفع تیم گلگهر اعلام میشد. کردم عرض کردم اجباری بود. در اینجا بازیکن شماره 8 تیم آبی در محاسباتش دچار اشتباه میشه و تکلی که میزنه به جای توپ پای بازیکن مهاجم شماره 88 قرمز رو مورد اصابت قرار میده و چون خطا روی خط محوطه جریمه اتفاق میفته و خطوط محوطه جریمه هم جزء محوطه جریمه یا همون 18 قدم حساب میشه، میبایستی یک ضربه پنالتی به نفع تیم پرسپولیس اعلام میشه. اوه محمد نوری پیشکسوت باشگاه استقلال گفته که آقا در رفسنجان پنالتی استقلال رو نمیگیرن اما در تهران میگه آقا لیگ رو تعطیل کنید، همه جام‌ها رو به پرسپولیس بدین، من به جای فدراسیون از مردم سیرجان معذرت میخوام. توپ گلگهر نیم متر از خط رد شد، مریخیا هم گلو دیدن که حالا صحبتیه که کرده، اما میگن آقا مرد جنجالی بازی پرسپولیس گلگهر محروم میشه، یعنی کمک بازی به زودی، یعنی تا زور فکر کنم خبرش بیاد که محروم خواهد شد. اما نبود VAR عامل دعواهای تیم هاست. این بازی علاوه بر چشم نواز بودن و کارهای تیمی زیبا در هر دو تیم، داره یک صحنه خیلی خاص بود و اونم ضربه سر مهاجم گلگهر که میشل تیوردس چقدر بازیکن خوبیه، زمینه که از همین باشگاه پرسپولیس هم پیشنهاد داشت، یعنی خودش دوستش بیاد و بشک نبیل باهوی رو اونا جذب کردن. بعد از این ضربه بازیکن‌های گلگهر دست خودشونو به علامت گل بالا بردن، اما چون کمک داور بازی صحنه رو ندیده بود گل مردود اعلام شد. جدای از این صحبت‌ها، موضوعی که بسیار مهم و البته جنجالی هم هست، عدم استفاده از VAR در بازی‌های لیگ برتره. بدون شک نبود کمک داور ویدیویی در سرنوشت تمام تیم‌ها میتونه تاثیرگذار باشه و نبود چنین وسیله مهمی حق اغلب تیم‌ها رو ضایع می‌کنه و همین اتفاق باعث میشه تا برخی تیم‌ها بی‌دلیل امتیازاتی رو به دست بیارن و برخی دیگه هم خب می‌دونید دیگه امتیازات با ارزش رو از دست بدن. به طور قطع اگه VAR وارد لیگ برتر بشه، اتفاقات جالبتر و منطقی تری در لیگ رخ میده و ما دیگه شاهد طعنه و کنایه تیم‌ها به همدیگه نیستیم. شاید با ورود VAR قهرمان لیگ برتر اصلا از چنگ سرخابی‌ها خارج بشه و به تیم‌های کم نام و نشون‌تر هم برسه. حالا نکته‌ای که هست، اما به دلیل مسائل انضباطی روی نام محمد حسین کنعانی زادگان خط قرمز بکشه. اما حالا برای اردوی پیشرو قلنوی از مدافع پرسپولیس دعوت کرده، در کنار کنعانی محمد امین حزباوی، محمد دانشگر و مرتضی پورعلی گنجی دیگر مدافعان حالا میانی دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند. همچنین رامین رضاییان، صادق محرمی، احسان حاجصفی و میلاد محمدی هم چهار مدافع کناری هستند که به اردوی ملی فراخونده شدند. حسین نژاد و محمدی سورپرایز قلعه‌نویی در خط هافبک. روزبه چشمی در کنار سعید عزت اللهی، احمد نوراللهی، سامان قدوس و محمد جواد حسین نژاد هافبک های دعوت شده به اردوی تیم ملی ایرانند که حضور پدیده سپاهان در جمع هافک های دعوت شده به اردوی ملی در نوع خودش جالب توجهه، به ویژه اینکه اون در فصل جدید تونسته شکوفا بشه و حال خیلی زود بعد از درخشش در پیراهن سپاهان شانس حضور در اردوی ملی رو به دست آورده. علی جانبخش در کنار مرداد محمدی و محمد محبی هم وینگرهای دعوت شده به تیم ملی هستند که حضور وینگر استقلال در نوع خودش جالب توجه و غیر منتظره بود. از بازگشت آزمون انصاری فرد تا حذف غیر منتظره رضا اسدی، امیر قلعه‌نویی برای انتخاب گزینه‌های مورد نظرش در خط حمله تصمیمات جالب توجهی گرفت، به طوری که اون با وجود آمادگی فنی بالای رضا اسدی تصمیم گرفته تا ستاره
سپاهان رو به اردوی ملی دعوت نکنه. بعد از حواشی به وجود اومده درباره آینده کاری سردار آزمون در تیم ملی، نام این ستاره با تجربه در فهرست جدید قلعه نوی به چشم میخوره. همچنین کریم انصاری فردم بعد از درخشش در اومانیا، عملکردش مورد توجه کادر فنی تیم ملی قرار گرفته و حالا برای تورنمنت اردن به تیم ملی برگشته. حالا در انتهای خبر فهرست 23 نفره توضیحاتی هم درباره عدم حضور 8 بازیکن در جمع شاگردای قلعه نوی ارائه شده. علی قلی زاده، مجید حسینی، علی کریمی، مهدی ترابی با وجود برگشت به شرایط تمرینی به دلیل خطر مصدومیت مجدد به این اردو دعوت نشدند تا در اختیار کادر فنی و پزشکی باشگاه خودشون جهت تکمیل فرایند درمانی و آمادگی جسمانی قرار بگیرن. همچنین وحید امیری، میلاد سرلگ، یاسین و امید نورافکن هم به دلیل مصدومیت در این فهرست حضور ندارن تا اصطلاحا فرایند درمان خودشونو تکمیل کنن. اما طعنه‌های تند مدیر عامل گلگهر به داوری و پرسپولیس. محمد اسفندیارپور مدیر عامل گلگهر درباره عملکرد داوری در این دیدار اظهار کرده که دیگه تکراریه، این اتفاق برای ما عادت شده و برای بقیه وظیفه شده که مقابل ما بازی رو در ورزشگاه آزادی برای حریفمون در بیارن. ما مظلومیم و تیم شهرستانی هستیم، هر چقدر تلاش کنیم و بازیکن بیاریم بازم این اتفاق برای ما رخ میده و دیگه تکراری شده. اینجا بلای این شکلی سر ما میارن و اگه برعکس بود خیلی چیزا فرق داشت. وجدان مفهومی نداره و یه عده میخوان این مسئله رو مدیریت کنن. اون ادامه داده که واقعا رسانه ها مدیونن اگه از گلگهر دفاع نکنن. باید فشار بذارید تا تکلیف مشخص شه. تا کی این سناریو ادامه داره و تکرار میشه؟ داور میتونه بازی رو متوقف کنه و نظر کمک‌هاش رو بپرسه. داور از کمک‌هاش و داور چهارم میتونه کمک بگیره. داور VAR نداره، اما عقل که داره. چه میدونم، چشم که داره. ما از جایگاه ویژه دیدیم. چطوری اون ندید؟ تا چه زمانی این مسئله میخواد ادامه داشته باشه؟ اصلا هزینه‌ای که کردیم رو فراموش میکنم. اگه عدالت رعایت نشه، دیگه چه انگیزه‌ای باقی میمونه؟ اگه قرار باشه همه چیز از قبل مشخص باشه، رقابت دیگه چه مفهومی داره؟ میگه آقا یه بیانیه داد باشگاه گلگهر، میگه که مارینوس اوزونیدیس بعد از مسابقه میخواست کنفرانس مطبوعاتیشو بیاره و عملا صحبتاشو انجام بده. چطوری سازمان لیگ در به در دنبال چه میدونم سکوی جشن قهرمانی پرسپولیسیا بود و اصلا دیگه یادش رفته بود تیم گلگهر رو؟ میگه اینا باعث میشه که به ما آسیب برسه، مطمئن باشی تیم ما جبران میکنه و نتیجه میگیره. میگه اصلا چرا بازی به این مهمی باید تحت تاثیر این مسائل جشن قهرمانی قرار بگیره؟ من چطوری جواب بازیکنام و مربیم رو بدم؟ بگم هر چقدر تلاش کنید نمیتونید قهرمان بشید؟ به نظرم صحبتای درستیه که انجام داده. این از بسته ما در مورد اتفاقات و حواشی جنجالی لیگ برتر فوتبال کشورمون. امیدوارم با اومدن VAR قسمتی از اشتباهات داوری کمتر بشه. بازم میگم تصمیم نهایی رو داور وسط میگیره، یعنی فکر نکنید با اومدن VAR اعتراضا کم میشه، بل زیاد هم خواهد شد، منتها دیگه یکم شفاف سازی میشه دیگه. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. صحنه ای که ماتو کوواچیچ دیشب بازیکن منچستر سیتی خطا کرد رو بازیکن آرسنال رو هم برید ببینید که چطوری اخراج نشد. دمتون گرم فعلا.